خب دکتر بریم سراغ بحث خودمون که بحث خشکی چشم هستش تعریف خشکی چشم چی میشه بله بب. ببینید خشکی چشم یکی از مشکلات شایعیه که تو منطقه‌ای که کشور ما قرار گرفته از لحاظ جغرافیایی بسیار شایی است گذشته از جنوب ایران که کنار دریا هستش و شمال ایران بقیه قسمت ایران منطقه خیلی خشکی هستند و بسیار شایی است ببین من سر کلاس دانشجویان پزشکی همیشه ازشون میخوام که در مورد خشکی چشم میخوام صحبت کنم ازشون میخوام که پلک نزنن میگم چقدر میتونن تحمل کنن و چی باعث میشه که پلک بزنن بله ببین شما وقتی چشماتون باز هستش روی قرنیه یا همون چیزی که قسمت رنگی دیده میشه که پشتش نبیه هستش اون رنگ چشمو باعث میشه قرنیه قرار گرفته قرنی سطحی که اگر مایه ای روش نباشه سریع خشک میشه و زخم میشه ممکن حتی سوراخ شدن قرنی و تخلیه محتوی چشم باعث بشه خب حالا اشک چیکار میکنه یا پلک زدن چیکار میکنه شما وقتی روبرو نگاه میکنین بدون که پلک بزنین اون اشکی که روی چشم است تبخیر میشه و سلولهای زیرین کشیده میشن از هم جدا میشن این جدا شدن چشم ها باعث درد احساس جسم خارجی و علائم دیگه این که رو بعدا باید در مورد صحبت کنیم حالا چی باعث این میشه ببینیم ما مشکل خشکی چشممون به دو شکله یا کیفیت عشق به هم ریخته یا کمیت عشق بله. پس دو تا مشکل داریم یا کیفیتش یا کمیتش حالا در مورد تک تک اینا باید صحبت کنیم در بیماری های مختلف کدومی کسی تغییر پیدا کنه خب حالا فردی که دچار خشکی چشم میشه چه علائمی رو معمولا اظهار میکنه ببینید معمولا شایع ترین علامتی که اینا ایجاد میشه به خاطر همون به سلول ها, سلول ها که خشک میشن کشیده میشن هست هم هستش وقتی کشیده میشن فرد اصلاس سوزش میکنه یا بعضی وقت اگر کم سطحی بیشتری در این کنه هی پلکی میزنه احساس جسم خارجی در چشمش میکنه پس احساس سوزش و خارج هستش با جسم خارجی اینا شایع ترین علامات که هر بار مدیز که میاد میگه همش احساس چیز داخل چشم هم هست یا رو پلک هم هست حالا اینا بازم بر میگرده این جسم خارجی آیا لبی پلکش مشکل داشته باشه خیلی از اینا معمولا مشکلات لبی پلک دارن چربی رو تو اونجا به شرط که هستش آزاد میشه روی سطح قرنیه و فرد هی احساس جسم خارجی میکنه پس بسته بین که علت زمینه ایشی باشه بازم علائمتون متفاوته ولی شایعتنی همون سوزش که به خاطر اینکه قرنیه خوش میشه بعد میره احساس جسم خارجی اشاره کرد رفته رفته میتونه باعث چی بشه مشکلات قرنیه بشه یعنی مریض دچار تاری دید بشه حتی زخم قرنیه بشه یا وقتی که کوچکترین قسمتی از قرنیه سلولاش کنده میشه بدن واکنش نشون میده واکنش بدن به چه شکله به صورت قرمزی چشمه قرمزی چشمه یعنی فرد خودشو به اورژانسی برسونه یا دنبال درمان خودش باشه که مشکل اورژانسی پیش نیاد یه بدن یه پاسخ دیگه میده وقتی میبینه که یک جا زخم شد در چش پاسخ بدن به این شکلی که اشک بیشتری تولید میکنه تا این مشکل جبران کنه ولی این اشکی که به صورت ثانویه تولید میشه این اشک طبیعی نیست و نمیتونه باعث درمان بشه پس مریض درست درست, درست مشکل اولیش خشکی چشمه خشکی چشمه بله. ولی رفته رفته هی اشک پشت سر هم و بسیار زیاد تولید میکنن حتی ریزش شدید هم پیدا میکنن ولی مشکل مریض هر نمیشه چرا که این عشقی که تولید میشه غیر طبیعی هستش و مشکلات دیگه که میتونه ایجاد بشه میتونه حساسیت به نور باشه که پس به شدت فرم